سلام به پندار خوش اومدید با خلاصه ی قسمت 26 م سریال جیران با من همراه باشید سلمان به سراغ ناصر الدین شاه میره و او را از پسردار شدنش با خبر میکنه نام شاهزاده محمد میرزا گذاشته میشه شاه وعده خطبه ولی اهدیش را هم با سلمان در میان میذاره ابتدای کار سلمان سعی میکنه شاه را از تعجیل باز داره اما ناصر الدین شاه اصرار داره و اخلاقش هم عصبانی میشه تاجی از حسادت دیوانه شده تصمیم میگیره به سراغ شاه بره شکوه و سلطنه هم باردار است او میگوید امیدوار است فعلا جیران بماند تا خودش با او به مقابله برخیزد سلمان میگوید شاه عاشق جیران است مهد از او میپرسد محبوب و معشوق تو منم یا پسرم میگوید قبل از اینکه در دل سلطان جای بگیرد پسرت مهد اولیا که عشق میریزد میگوید به حرمسرا برمیگردد تا خودش کار را تمام کند به چند ماه بعد می رویم. کفایت خاتون در خانهش به همراه الیاس حکیم تمرین کشتی سیاوش را تماشا می کند. الیاس شجر نامه ای را مرور می کند که مربوط به سیاوش است. لطفلی زند عاشق ندیمه ای به نام مروارید شده و پسرش کریم نامگذاری شده است. قرار بوده به عنوان کریم خان دوم وارث سلطنت شود. خوانین زیادی در زندیه از وجودش خبر نداشتند. مروارید بعد از مرگ لطفلی به مازندران رفته و دو نسل آنجا بودند تا یک حاکم شک می کند و در نهایت بیبی معصومه و سیاوش و مادرش به روستای پرسنگ می روند. خالکوبی سیاوش هم در اسناد درد شده است. روشن آقا احزار می شود و به سراغ الیاس و کفایت خاتون می آید. روشن روزی که خاجه شده را به یاد می آورد. حالش نامساعد می شود. مهد اولیا پیش صدر اعظم و کازم پسرش است. دنبال راهی برای ولیعهد نشدن پسر جیران هستند نقشه میکشند که ریش سفیدان را جمع کنند و سراغ شاهنشاه بفرستند نقره به روشن میگوید چون یک لحظه هم نوزاد تنها نمیماند نمیتواند او را بکشد وعده پول را با هم مرور میکنند بزرگان ایل قاجار منتظر شاهند ولی شاه با جیران به گردش رفتند نوزاد تنها مانده شازده بسیر به مهد اولیا میگوید تا امروز چون وضع مالی خوبی نداشته نمیتوانسته بیاید مهد اولیا دختر عموی شازده بسیر است سخنانی پر از ایهام و ابهام و عاطفی بین آنها شکل میگیرد مبارک میگوید باید صبر کند تا کفایت خاتون را ببیند فردا صبح سیاوش از امارت به شکل پنهانی خارج می شود. مبارک و الیاس پنهانی رد حرکتش را مرور می کنند. ممنون که با این قسمت این سریال هم با من همراه بودید.